ارادت، امروز میخوام طریقه ساخت ست گریواشو به تو آموزش بدم، پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. بچه ها قبل از شروع کارمون من یه توضیح راجع به ساخت ست گریواش بدم. اول از همه سعی کنید تا جایی که براتون مقدوره از ست گریواش کارخونه ای استفاده کنید، چون کیفیتش خیلی بالاست. اگه نشود میتونید گریواش خودتون رو بسازید، که من اینجا ستی رو میسازم که خودم باهاش کار کردم و نتیجه گرفتم. شاید خیلی از آرتیست‌های دیگه اینجوری ساختنش رو قبول نشه باشن و به روش دیگه انجامش بدن. من اینجا دلیل خودم رو برای ساخت ست گریواشم به این شکل رو بهتون میگم. اولین دلیلش اینه که وقتی ست گریواشتون رو تو کپسای کمتری میسازید، وقتی تموم بشه کپستون، یعنی خالی از رنگ بشه، ساخت دوبارهش آسان‌تره و میتونید به همون توناژ رنگی که قبلا ساختید برسید. دلیل دیگه‌ش اینه که وقتی زیاد با رنگ بازی نکنید، یعنی کم رنگ نکنید رنگتون، از کپسای زیادی استفاده نکنید، هی رقیق نکنید رنگتونو، اجرای سایه‌های لایتو به جای اینکه رنگتون رو رقیق کنید از فشار دست کمتری استفاده کنید، هیلد کار بهتری دارید. و اینکه یکی از مهمترین چیزا توی تتو اینه که شما به هیلد کار خوبی برسید. حالا هر چقدر هم کارتون رو خوب اجرا کنید، وقتی هیلد خوبی نشته باشه اون کار دیگه ارزشی نداره. پس من به همین دلیل ست گریواشم با کپسای کمتری درست میکنم. سه تا کپس، نهایتاً یک کپس هم اضافه میکنم برای فیکسر که اونم بهتون توضیح میدم به چه صورت است. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. خب بچه ها، برای ساخت ست گریواش اول از همه سعی کنید از رنگای بیسیک استفاده کنید. یک، ولی من چون اینجا رنگ بیسیک نرم، مجبورم از همون رنگ تریپل بلک هم استفاده کنم. البته بگم با رنگ تریپل بلک هم میتونید ست گریواش بسازید، مشکلی نداره، ولی برای ساخت ست گریواشتون سعی کنید از رنگ بیسیک استفاده کنید، یا بیسیک داینامیک یا مارکای دیگه که بشه باهاش ست گریواش ساخت. من از رنگ بیسیک داینامیک استفاده میکنم، ولی چون تمومش کردم مجبورم از همون تریپل بلک هم استفاده کنم برای پوست مصنوعی. اینجا بهتون توضیح میدم چجوری میسازنش. همونجور که میبینید اولین کپسمون رو 100% پر میکنیم از رنگ مشکیمون. یادتون باشه قبل از اینکه رنگ رو داخل کپس بریزید حتما تکون بدید ظرف رنگتون رو، که من تکون دادم قبلش. دومین کپسمون که از اینجا به بعد ست گریواشمون رو میسازیم، رنگ دارکمون هست که 75% از کپستون رو، حالا بستگی به سایز کپستون داره چند قطعه جا بگیره، 75% رنگ مشکیتونو بریزید. کپس سوم که مدیوم هست 50% رنگ مشکی. یه مقدار نیاز داره. و کپس آخر رو 25% رنگ مشکی بریزید. برای این رقیق کردن رنگتون، همون جوری که تو ویدیو اول کانال بهتون گفتم، از شیدینگ سولوشن استفاده میکنید برای رقیق کردن رنگتون، ولی برای این که بخواید روی پوست مصنوعی کار کنید میتونید از آب مقطر هم استفاده کنید، هیچ مانعی نداره. خیلی رو بدنم از آب مقطر استفاده میکنه. من اینجا از مایع کلینز استفاده میکنم. برای اینکه رنگتون رو بتونید هم بزنید از دستگاه میکسر استفاده کنید، که من معرفی کردم تو ویدیو اول تمام لوازم مورد نیاز برای تتو رو. خوب هم میزنید.
ما ستمون رو ساختیم. حالا یه مسئله بهتون بگم راجع به رنگ فیکسر که تو ستمون ازش استفاده میکنیم. خب. بریم سراغ رنگ آخرمون که من بهش میگم فیکسر، که یه جورای تکمیل کننده کارمون هست که یه توضیحاتی هم راجع بهش بهتون میدم. ببینید بچه ها، ما یه قسمت هایی تو کارمون داریم مثل پورتره که اصلا نیازی نداریم که هیچ سایه ای بخوره، ولی یه قسمت هایی هست که دیگه رنگ پوست جالب نیست، فقط رنگ پوست بدن اونجا نشون داده بشه، که ما از رنگ فیکسر استفاده میکنیم که به شدت رقیقه و خیلی کم رنگه و اینکه با فشار دست خیلی پایین باید کار بشه، چون فقط یه حاله ای از سایه باید روی پوست بیفته و هیچ رنگ تیره ای نباید اونجا کار بشه، که من به این شکل درستش میکنم. یک قطره رنگ مشکی، حالا من دو قطره ریختم، شما حواستون باشه یک قطره، بازم بستگی به سایز کپستون داره ولی یک قطره کافیه. بقیه کپس رو پر میکنم از شیدینگ سولوشن. بابا میکسه کاملا میکسش میکنم. ستمون کامل شد. بچه ها میخوام الان از ست گریواش استفاده کنم برای زدن چند تا سایه تمرینی که شما هم ببینید. ولتاژ دستگاه رو روی 6.5 گذاشتم و استروک دستگاه روی 2.5 هست برای زدن سایه. از رنگ لایت هم برمیدارم، شروع میکنم به سایه زدن. رنگ مدیوم برمیدارم و سایه هم میزنم. فشار دست پایین. رنگ دارک. بچه ها ویدیو امروزمون هم تموم شد، امیدوارم خوشتون اومده باشه. فقط یه نکته رو من بگم، زیاد از کپس های از 3 تا 4 تا بیشتر استفاده نکنید برای ساخت ست گریواش، چون ساختن دوبارش هیچ وقت نمیتونید شما رو دوباره به همون توناژ رنگی برسید. تو همین ست گریواش هم به صورت قطعی نمیتونید به ست گریواشی که اول کارتون میسازید برسید. پس سعی کنید از کپسای کمتری استفاده کنید و زیاد رنگتون رو هی رقیق نکنید، چون هیچ فایده ای نداره. بیشتر سعی کنید وقتتون رو سر مهارتتون بذارید، مهارتتون رو بالا ببرید و فشار دستتون رو کنترل کنید. این نکته خیلی مهمتر از اینه که بخواید ست گریواش بیش از حد بسازید، یه جورایی از کپسای زیادی استفاده کنید که هیچ فایده ای نداره. چون میگم یکی از مهمترین فاکتورها برای یه تتو خوب هیلد کار خوبه. اگه شما هیلد کار خوبی نداشته باشید، مهم نیست اول کار چقدر کارتون قشنگ و طبیعی در بیاد، وقتی هیلدش خوب نباشه یه ضربه سختی میزنه به اون وچه کاری شما. پس سعی کنید که از کپسای کمتری استفاده کنید برای ست گریواشتون و اینکه فشار دستتون رو کنترل کنید و مهارتتون رو تو کار بالا ببرید، چون اینا خیلی مهمتر از اینه که بخواید رنگتون رو رقیق کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. ممنون میشم برای حمایت از من کانال سابسکرایب کنید تا بتونم ویدیوهای بهتری براتون بسازم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. سوالی چیزی بود حتما تو کامنت ها از من بپرسید، خوشحال میشم جوابتون رو بدم. و اینکه مخلص همتونم. یا حق.